درباره زهرای اطهر سلام الله علیها هرچه انسان بیشتر فکر کند و در حالات اون بزرگوار تدبر کند بیشتر دچار شگفتی خواهد شد. زندگی فاطمه زهرا یک زندگی که از همه ابعاد در او کار و تلاش و تکامل و تعالی روحی یک انسان است. شوهر جوان دائما در جبهه و میدانهای جنگ، جهاد اون بزرگوار در میدانهای مختلف یک جهاد نمونه است. جهاد اون بزرگوار در میدانهای مختلف یک جهاد نمونه است. اون عبادتش، این فصاحت و بلاغتش، این فرزانگی و دانشش، این معرفت به حکمتش، اون جهاد و مبارزهش، این شخصیت جامعه را به مادمی مشکلات محیط و مشکلات زندگی فاطمه زهرا را مثل یک کانونی برای مراجعات مردم و مسلمان ها قرار می دهد. دختر کارگشای پیغمبر، این دختر مثل فرشته نجاتی برای پیغمبر، مثل مادری برای پدر خود، مثل پرستار بزرگی برای اون انسان بزرگ مشکلات را تحمل کرد، غمگسار پیغمبر شد، بارها را بر دوش گرفت، در این شرایط زندگی را با کمال سرافرازی پیش میبرد، فرزندانی تربیت میکند مثل حسن، مثل حسین، فرزندانی تربیت میکند مثل حسن، مثل حسین، مثل زینب، شوهری مثل علی را نگهداری میکند، رضایت پدری مثل پیغمبر را جلب میکند. راه فتوحات و غنایم باز شده است. دختر پیغمبر ذره ای از لذتهای دنیا و تشریفات و تجملات و چیزهایی که دل دخترهای جوان و زنها متوجه اونهاست به خود راه نمی دهد. عبادت فاطمه زهرا یک عبادت نمونه است. اینی که از امام صادق علیه السلام روایت شده است که نفاطمته کانت محدثتن، اون بزرگوار محدثه بود، یعنی فرشتگان بر او فرود می آمدن، با او مأنوس می شدن و با او سخن می گفتن. نفاطمته کانت محدثتن. درباره زهرای اطهر سلام الله علیها هرچه انسان در حالات اون بزرگوار تدبر کند بیشتر دچار شگفتی خواهد شد.